به نظر من الان حدودا فکر کنم 4-5 سال این اتفاق برای استقلال داره میفته و آدم میتونه کار کارشناسی انجام بده ببینه. ولی مثلا خود دوستان خودمون یا خود ماهایی که بالاخره تو این تیم سالها بودیم تجربه این کارو داشتیم، اومدیم نشستیم، حتی چند جلسه رو همین دیروز و چند روز پیش با پیشکسوتا داشتیم و اینا رو به جنبندی رسیدیم که به نظر من اتحادی نیست که استقلال را از این مخمصه نجات بده. ببین شما مثلا که الان پرسپولیس رفته فینال جام حذفی، چقدر نشاط وارد جامعه ما شده؟ جاماس لیگ قهرمانان آسیا، لیگ قهرمانان آسیا الان رفت فینال. خب همون قد نشاط که به جامعه ما وارد شد، استقلال میتونه همین نشاط به جامعه وارد کنه. ولی متاسفانه هیچ دستی نیست، هیچ کمکی نیست که استقلال، وقتی شما بازی پرسپولیس رو نگاه میکنین میگن بازی پرسپولیس به بازی ملیه. خب با به عنوان بازی ملی شاید قبول نشوشیم، ولی بازی ایرانی که باید حمایتش کنیم قبولش داریم. ولی همینقدر هوادارهای استقلال و بازی استقلال جز ملی حساب نمیشه، یا از دیدگاه وزارت ورزش یا اونایی که دست اندر کردن تصمیم میگیرن. شما حساب کنین در عرض فکر کنم این 3-4 سال شما هر آمار میانگینی ما گرفتیم هر 3-4 ماه یه مدیر استقلال داشت یا یه مربی داشت. توانمندی های یک مربی یا یک مدیر عامل که نباید تو استقلال سنجیده بشه، که اینا باید جاهای دیگه امتحانشون رو پس بدن و بیان تو استقلال عملکردشون به مردم ارائه بدن. اینا پشتشون 30 میلیون 40 میلیون ملتن، مردمن، هوادار استقلال، همون مردمی که طرفدار پرسپولیسن، همون آقایی که امروز پرسپولیسی برادرش طرفدار استقلاله. اینا تو جامعه ما اصلا تعریف نشده، شاید هم شده، دستی تو کار نمیخوام. واقعا من احساس میکنم هیچ دست یه همتی نیست که استقلال مثل پرسپولیس قوی شه. حالا یه مسئله‌ای که این روزا هواداران استقلال مطرح میکنن همین بحثی که شما اشاره میفرمایید که وزارت ورزش خیلی حمایت نمیکنه از استقلال و از پرسپولیس حمایتش بیشتره. الان در باشگاه پرسپولیس هم شاید هستیم که مثلا مدیر عامل باشگاه دندانپزشک تخصص ورزشی نداره. حالا آقای سعادتمند مدتی کارمند وزارت ورزش بوده، در وزارت ورزش مثلا کار کرده. من نمیخوام طرفداری بکنم از اینکه حالا در پرسپولیس یا گزینه‌های بدتری گذاشتن بهتر، میخوام بگم تقریبا میشه گفتش که وزن هیئت مدیره و مدیر عامل های دو تا تیم به یک شکله. پرسپولیس ساختار ثابت‌تری در این چند سال داشته، اما استقلالی ها من نمیخوام اینا رد بکنم ادعا دارن که اونطوری که باید و شایسته بوده حمایت نشده از تیم. شما به نظر شما باید چه اتفاقی در وزارت ورزش بیشتر از این میافتاده که میخوایم برسیم به اونجایی که وزارت ورزش چه میکرده که بهتر میشده اوضاع؟ ببین من اصلا اعتقاد ندارم که یک مدیر عامل باید حتما ورزشی باشه یا بازیکن بوده باشه. مثلا به این اعتقاد ندارم، من میگم یک مدیر عامل باید توانمند باشه، مدیر باشه و بتونه تیمش رو رهبری کنه. خب شما سفر الان پرسپولیس اون انسجامی که داشت و اون حمایت هایی که ازش شده از استقلال نشده. شما عمده ترین مسائل موفقیت پرسپولیس در چیه؟ در اینکه این تیم 5 سال 6 سال در کنار هم بازی کردن و تونست تمام موفقیت‌ها رو کسب کنن. حالا با کمک وزارت ورزش یا بدون کمک وزارت ورزش، ما که اعتقاد داریم 100% وزارت ورزش بهش کمک کرده. اون کمکی که وزارت ورزش میتونست به عنوان پدر ورزش ایران به پرسپولیس کرد، میتونست به استقلال بکنه، میتونست به تراکتور بکنه، میتونست به سپاهان کنه. اصلا تو جایگاه استقلال و پرسپولیس در دیدگاه وزارت ورزش سواد، شما تو این کلیپایی که بیرون اومده میتونیم ببینیم واقعا این کمکی که میگین وزارت ورزش مثلا به پرسپولیس یا بعضی از تیم‌ها کرده اما به استقلال نکرده، کمکی در چه حوزه‌ایه؟ یعنی چی بوده که به استقلال معتقدید نرسیده و مثلا به تیم رقیبش رسیده؟ شما نگاه کنین هر کسی که تو استقلال، من نمیخوام مدیران خدا نگرد توی تفاهم بشه توهین بشه، شما مثلا میبینی یک مدیری جا مونده، حالا که میگه این مدیر جا مونده وزارت دستش خالیه، میگه شما بفرمایید استقلال. این اتفاقات توی استقلال افتاده، مدیرانی در استقلال به کار گرفته شدن که اصلا یک روز تجربه نه فوتبالی دارن نه مدیریت ورزشی دارن، نه اصلا ساختار باشگاه رو میشناسن. بالاخره باشگاه استقلال، باشگاه پرسپولیس یک قدمت چندین ساله داره. اینا بله. کسانی وارد این باشگاه بود بشن یه ذره حداقل اون ساختار باشگاه رو بشناسن، نحو باشگاهداری رو آشنا باشن که بتونه که آقا امروز شما چجوری یک بازیکنی که مثلا، حالا این که نمیشه من مدیر عاملم بیم بشینم فقط روی پیج و روی اینستاگرام اینا تصمیم گیری کنم. خب کسی که میاد تو باشگاه مثل استقلال پرسپولیس میلیون ها طرفدار داره، یه بچه 18 ساله نظرش میده، یه مرد 40 ساله نظرش میده، یه دختر بچه 20 ساله نظرش میده. من مدیر باید بشینم اینا رو بخونم رو تصمیم بگیرم؟ شما الان دیدین آقای سعادتمند اومد تلویزیون گفت
که انقدر منو فشار آوردن، من بازیکن 1 میلیاردی رو 8 میلیارد خریدم. آخه چه مدیریتی این؟ مگه قراره شما اگه اومدین در رأس کار باشگاه استقلال یا باشگاه پرسپولیس میتونید اینا رو تعطیل کنید، بذارید کنار 7 تا 8 مشاور عالی بگیرید. اگه منی که تخصص ورزشی ندارم، خب مشاوران خوبی میتونم بیارم، مشاوران ورزشی خوبی میتونم بیارم، نه از یک گروه، از دو گروه، از 3 نفر، از 4 نفر، از 5 نفر، از اینا کمک بگیرم و بتونم تیمم رو اداره کنم. البته اینکه حالا یه مدیر عامل چقدر هواداراش اهمیت بده، حالا روی صحبت ها نظرات اونها بره جلو، یا اینکه چقدر بتونه این بلند پروازه خودش هم در کنارش کنترل بکنه، این نکته ای که یه نقدی که واقعا وارد هستش به هیئت مدیره استقلال بعد از اینکه آقای سعادتمند رو کنار گذاشتن، یه بیانیه رسمی داد باشگاه استقلال و هیئت مدیره، گفتن که آقا به دلیلی که ایشون عرض از کشور خارج کرده بدون هماهنگی هیئت مدیره و بانک مرکزی، به دلیل اینکه با احساسات هواداران بازی کرده، به دلیل اینکه نمیدونم 5-6 تا عنوان آوردن. بعد سوالی که اینجا برای خودم مطرح شد اینکه این هیئت مدیره که اونجا نشستن که جلساتشون هم پی در پی لغو میشه، تا الان چه نظارتی بر کار مدیر عامل داشتن که روزی که ایشون رو برکنار کردن بیانیه میدن که آقا ایشون عرض از کشور خارج کرده، ایشون بدون هماهنگی بانک مرکزی بود. البته اینو من بگم که برای آقای سعادتمند در همین برنامه فرصت پاسخ وجود خواهد داشت، اما اگر که ایشون این کارا رو کرده باشه به اعتقاد هیئت مدیره که تخلف هستش، این روزها هم که به عنوان فساد مالی شناخته میشه و خب اصلا مسیر قضایی پیدا میکنه. نظر جناب عادی ببین، توی باشگاه استقلال یا باشگاه پرسپولیس، حالا نمیدونم، بالا باشگاه پرسپولیس من اشراف ندارم، نمیتونم نظر قاطع بدم. تو باشگاه استقلال مدیر عامل مستقیم با وزارت کار میکنه، یعنی به شما حساب کنید هیچ جای دنیا اینجوری نیست که شما اول مدیر عامل انتخاب کنید بعد هیئت مدیره انتخاب کنید. هیچ جای دنیا هم نیست که شما سرمربی نداشته باشین بازیکن بگیرید، و هیچ جا هم من نشدیدم که شما سرمربی رو انتخاب کنید بعد برید مدیر عامل انتخاب کنید بعد برید هیئت مدیره انتخاب کنید. همه این سلسله مراتب استقلال اتفاق افتاد. جای دنیا شنیدید که سرمربی تیم داشته باشه برن با یه ایتالیایی مذاکره کنن بعد باش به نتیجه نرسن اینم برش دار؟ این از کجا نشأت میگیره؟ از کم تجربه یه مدیر تجربه. تو شما بازی حساسی داری با پرسپولیس و امروز میری ایتالیا مذاکره برای استماجنی، تازه اگه شما اطلاع داشتی که میدونستین بیانیه دادن سازماندهی که شما نمیتونید مربی خارجی بگیرید، شما نمیتونید بازیکن خارجی بگیرید، وقتی که شما میدونید نمیدونید این چه اصطلاحی به کار میبری که دو روز دیگه بازی داری با پرسپولیس که بازی حساس بعد میری فینال جام حذفی. خب من کار فراد مجید تایید نمیکنم که بعد از بازی به استقلال، من اصلا به اون ورش کاری ندارم. من میگم شما به عنوان یک مدیری که تیمت میخواد بره قهرمان شه که واقعا باید وایسی تیمت بازی که شما اگه می‌خواستی بری استراماچینو بیاری با وزارت ورزش هماهنگ کردی یا با سازمان لیگ هماهنگ کردی، وای میسید امشب که بازی فینال تمام شد فردا صبح اتفاق بیفته. یه سوال دیگه من بکنم، خیلی فرصت نداریم. بعد از اینی که حالا گزینه‌های مختلفی مطرح شدن، الان الکسان نوری، جواد نکونا، محمود فکری و مهدی پاشازاده ظاهرن گزینه‌ها هستن. معلومه که خب با شما نسبت فامیلی هم داره، جزو گزینه‌های استقلال هست؟ بله، آقای فکری جزو گزینه‌های استقلال هست، آقای جواد نیکونام جزو گزینه‌های استقلال، دوستانی که اسپوردی جزو گزینه‌های استقلال هست. ببین الکس نوری یا استراماچنی، اینه که برای به نظر من برای فریق هواداره. خب اصلا شما نمیتونی امروز بیای بگی مثلا من میخوام الکس نوری بیارم، استراماچنی رو بیارم، بعد با اون حرفایی که رد و بدل شده و اون بودجه که شما تعریف می‌کنی، من الان الکس نوری بیاد میخواد 1 میلیون یورو بگیره، 800000 یورو بگیره، این مبلغ آیا در استقلال موجود هست الان؟ نخه، هیچ وقت نبوده، در پرسپولیس هم نیست. خب یعنی میان بعد دو ما دیگه چک بی محل بوده، دو ما دیگه بعد دوباره یه شکایت دیگه تو فیفا باز میشه. خب که ما باید بریم مثلا کل 2 سالی که الان اگه ما همون با استراماچنی مدارا میکردن، اگه 140,000 دلار بهش میدادن، امروز این همه هزینه رو دست ما نترشیده بودن که ما بیام 2 میلیون یورو به استراماچنی بدیم، استراماچنی تو خونه‌اش باشه، بعد من مدیر بیام مصاحبه کنم بگم استراماچنی میخواد برگرده. چرا باید برگرده؟ حالا آخرین سوال، کدومه که از این گزینه‌ها نزدیک‌ترن؟ خیلی کوتاه. به نظر من آقای فکری به این هیئت مدیره نزدیک‌تر، صحبت هم کردن که اگر با آقای جواد نیکونا هم صحبت کردن، با آقای پاشازاده هم صحبت کردن، همشون تیم دارن. حالا تیم آقای نیکونا هم گفته که اجازه نمیده. آقای فکری یا آقای جواد نیکونا باشگاه استقلال باید بره باشگاه نساجی یا فولاد مذاکره کنه. بسیار. اینا که خب بالاخره استقلالی هستند و میان کمک میکنن، ان شاءالله که بتونن نظر نساجی رو جذب کنن یا نظر فولاد رو جلب کنن و بیاد از این گزینه‌ها استفاده کنن.